دوستان شنیدید تلنگری بر ارتش، سروده جناب قاسمی عزیز و اجرای من. خدمتتون عرض کنم سپاس از دوستان در یوتیوب. لطفا دوستان لینک جدید یوتیوب رو کپی کنید، اشتراک گذاری کنید، در آینده نه چندان دور ما نقل مکان کنیم کلا به یوتیوب با این شرایطی که در فیسبوک شاهدش هستیم. فکر کنم تا چند وقت دیگه مجبور بشیم ما نقل مکان کنیم به یوتیوب کلا. جناب شهروز عزیز بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که مشکل دشمن ما، دشمن ملت ایران، دشمن فرهنگ ایران، مشکل اقتصادی سیاسی نیستش. اینا مشکل ایدئولوژیکی دارن و هر کاری هم که میکنن علیه ما برای به ثمر رسوندن اهداف ایدئولوژیکیشونه. یعنی اگر استعماری ایجاد میشه، اگر چیزی تخریب میشه، اگر فشار اقتصادی هست اقتصادمون تخریب میشه، نمیدونم مسائل سیاسی برامون پیش میاد یا هر چیزی، برای اینه که بتونن ما رو از نظر فرهنگی، تمدنی، ایدئولوژیکی تغییر بدن. و در این راستا مهمترین کاری که میکنن پاک کردن و تغییر تاریخ ماست. از همه راهی این کار رو انجام میدن. گروهک هایی رو درست میکنن مثل داعش و اینا که جناب قاسمی هم فرمودن، اینا رو راه میندازن تو منطقه. علاوه بر اون برد استراتژیکی و سیاسی که بازشون ایجاد میکنه، هدف اصلی داعش هدف ایدئولوژیکیه. میبینیم که اینا هر جا که میرن، یا بهتر میگم گروه های تروریستی، هر جایی که میرن، میرن سراغ آثار باستانی. بخش بسیاری از این آثار باستانی دزدیده میشه و به موزه های در انگلستان، آمریکا و کشور نوپایی که بغل بالای فلسطین هست اونجا فرستاده میشه. به خاطر سانسور فیسبوک اسمشون نمیارم، نه اینکه فکر کنید مثلا کشت مرده این فلسطینی ها هستیم، به اونجا فرستاده میشه و بخش اعظمی که نمیتونن حمل کنن مثل مجسمه بودا در افغانستان میزنن نابودش میکنن. و یا در داخل ایران یه گروهی میاد روی کار که اینا یهودی های مخفی هستن، کسی به اسم رحیم مشایخی میاد میشه رئیس میراث فرهنگی، بعد دستور میده کهن‌ترین سند سنگ نگاره مربوط به خلیج فارس رو از بین ببرن با کلنگ. و یا خیلی تخریبای دیگه که انجام شد. این قومی که خود خیلی خودشیفته است و فکر میکنه آسمون سوراخ شده و کل کائنات فقط به خاطر این قوم آفریده شده و اینا به زمین اومدن و موسی با عصاش اومد و گفتش بیاین این کل کائنات مال شماست، برید لذتش رو ببرید، این قوم قدرتش رو پس از اون جنگ های صلیبی که اونا رو رد کنیم، برسیم به همین 100 سال اخیر، قدرتش رو توسط ایجاد دشمن علیه خودش از بدنه خودش ایجاد کرد. یعنی اومد توی اروپا یک سیستمی رو ایجاد کرد خودش با دست خودش به اسم سیستم ضد یهودی. بعد این سیستم رو آورد روی کار، دو تا جنگ جهانی رو انداخت. هزینه این جنگ جهانی از کجا اومد؟ یکی از کسایی که تعمیم کردش روشیلد بود، روشیلد یهودی. این قوم اومد ضد خودش رو خودش درست کرد و اومد خودکشی کرد، هولوکاست رو ایجاد کرد
چه سودی براش داشت؟ مهمترین سودی که براش داشت این بود که یک نیروی دفاعی جهانی برای خودش ایجاد کرد. که ببینید ما مظلومی ما رو دارن میکشن، کیا میکشن؟ اون زمان میگفتن نازی ها میکشن. حالا برید ببینید سران نازی ها کیان، برید تو گشتاپو بگردید اسما رو پیدا کنید، برید تو اس اس بگردید اسما رو پیدا کنید، ببینید چند درصد از سران سیستم نازی آلمان خودشون یهودی بودن. بعد میفهمید این قضایی از کجا آب میخورده. بعدش هم افتاد گردن مردم آلمان. همین سیستم جواب داد، اومدن تو ایران پیادش کردند. با چه روشی؟ یک سیستم ایجاد کردن تو ایران ضد یهود، یک سیستم ایجاد کردن ضد بهائیت. و در واقع مانور اصلی که تو ایرانه ضد بهائیته. یعنی شما الان تو رسانه های فارسی زبون رو که نگاه کنید، این فیک نیوز های فارسی زبون، هر جا خبری میخوان، هر روزی که خبر میخوان یا هر هفته حداقل یک دونه خبر در مورد آزار اذیت بهائی ها تو ایران داریم. انگار هیچ کدوم از این شیعه ها، سنی ها، نمیدونم زرتشتی ها که وارثان این خاک هستن، اینا هیچ کدوم آزار اذیت نمیبینن، هیچ موردی ندارن، مسیحا موردی ندارن، فقط همین یه دونه تبار هستن که این یه دونه فرقه هستن که تو ایران دارن آزار اذیت میشن. بعد میگیم ریشه ها رو پیدا میکنیم که ببینیم که اصلا قضیه چی، کی داره اینا رو آزار اذیت میکنه تو ایران. برای نمونه بهایی ها رو میگیم ریشه هاشو پیدا میکنیم، میبینیم که بهایی های مخفی و یهودی های مخفی خودشون تو سیستم جمهوری اسلامی از سران اصلی جمهوری اسلامی هست. کسانی که قانون گذارن، کسانی که قانون اجرا میکنن و کسانی که از قانون حفاظت میکنن، همشون سرانشون یا بهایی مخفی هن یا یهودی مخفی. برای نمونه علی اکبر صالحی، برای نمونه حسن روحانی، خاندان حسن روحانی و اعضای دولتش، این همه بهایی هستن. یهودیای مخفی، علمای اعظم همشون، از ثانی بگیرید، خود خامنه ای بگیرید، این همه آنوسی هستن. تا والی مشهد که مردش، جناب کمالپور اسمش من یادم رفت، اگر واعظ توسی، بله، ایشون یهودی مخفی بودن. یعنی تا امروز کمپلت مشهد دست یهودی مخفی بوده. حالا میبینیم جمهوری اسلامی چطوری به وجود اومد، کی به وجودش اومد خورد. میایم نگاه میکنیم توی ساواک یک کسانی میان میشن رفت که اینا البته اون موقع مخفی نبودن، چون خاندان ایرانساز پهلوی محمد رضا شاه از این بازی ها نه در می آورد نه میذاشت کسی در بیاره. گفت انسان انسانه، فرق نمی کنه دین، مذهب، چی باشه، کار بلدی بیا تو سیستم کار. اون موقع خیلی بی پرده می اومدن. یکی از سران بسیار مهم ساواک کسی بود به اسم پرویز ثابتی، ایشون بهایی هستن. حالا میبینیم پرویز ثابتی چی کار کرده، چی کار بوده. پرویز ثابتی خودش تعریف میکنه که ما اومدیم یک لیست 600-700 نفره به اعلی حضرت دادیم، گفتیم اگر اینا رو پاکسازی نکنیم مملکت رو نمیشه نگه داشت، و اعلی حضرت مخالفت کرد. اینجا تا اینجای کار که میگه یک لیست 600-700 نفره بوده کاملا درست مستنده، ولی اونجا که میگه اعلیحضرت مخالفت کردن و میخواد حضور این 600-700 نفر که سران جمهوری اسلامی بودن رو به گردن اعلیحضرت بندازه، اینجا تاریخ نشون میده که مشکل داره حرفشون. اتفاقا کاری که ساواک کرد این بود، به غیر از اون کارهای خوب و مثبتی که
ساواک انجام داد و باید هم انجام میداد که به حضورش مشروعیت بده و یک توجیهی برای خودش داشته باشه، کار اصلی ساواک این بود که سیستم امنیتی درست کنم برای کنترل مردم و نظام سیاسی ایران. توسط کی؟ توسط همین قوم برگزیده. بهترین جا برای اینکه همین امروز هم این کار انجام میشه، یک کسی میاد یک خلافی میکنه، یک خلافکار حرفه‌ای میاد یک خلاف میکنه، امترین جایی که برای پنهان شدن این خلافکار هست کجاست؟ داخل زندان. خودش میره تو زندان به یک جرم دیگه، یه جرم دیگه مرتکب میشه که بشبونش تو زندان. در واقع پرویز ثابتی این 700 نفر رو لای پر قو در زندان ساواک نگه میداشت، اونجا نگه داشت که اینا آسیب نبینن. اتفاقا هدفش این نبود که اینا رو بکشه یا بخواد پاکسازیشون بکنه. حالا میگیم از کجا معلوم که این اتفاق افتاده؟ خب اونا تو زندان بودن، همشون اومدن بیرون، الان شدن سران جمهوری اسلامی. حالا میخوام امروز من یه کدی بدم. یکی از کسانی هم که الان خیلی حرفش هست آقای حجاریان یهودی تبار، از دستار از دست پرورده های ثابتی، کسانی امروز جمهوری اسلامی رو کنترل میکنن، نگه میدارن از سیستم امنیتی، که همه دست پرورده پرویز ثابتی بودن و تا امروز یک ثانیه ساواک زمان شاه نه بیکار بوده، نه برکنار بوده، نه غیر فعال بوده، فقط اسمش عوض شده. برای نمونه امروز میخوام یه دونه، جناب کمالپور، یه دونه عکس برای شما فرستادم که لیست، یه اسمی تو اون لیست هست، لیست افراد ساواک، افراد فعال و کددار ساواک هست، چاپ شده، میتونید برید، کتابش هم هست، میتونید برید بخرید خودتون بخونید، بعد برید بگردید این افراد کجان، اعدام شدن، فرار کردن، کجان اینا. میخوام یه دونه از این کددار ساواک معرفی کنم که یه زمانم وزیر بوده، دخترش هم نماینده مجلس، خودش هم هنوز جمهوری اسلامی سمت داره و جزء ذخیرای انقلاب حساب میشه، دستش هم تو سفره انقلابه. یه فردی توی این لیست هست. این لیست الان چیه؟ لیست اعضای ساواک گفتید؟ این لیست کددار اعضای ساواک، ولی یه کتابه که چاپ شده هستش، این یک صفحه‌شو من الان و همه سیدن، اصلا شما سید نباشی نمیتونی بیایید، چون این فرقه سید بودن خودش یه داستان جدا داره که باید توی ملی مصدقیان بگردید، اونجا ریشه هاش میشه اونجا پیدا کرد که چرا اصلا اینا سیدن، همشون سیدن. در مورد اعضای شبکه ثابتی سوال زیاده، به خصوص سرنوشت اعضای این شبکه. مثل فردی که تو این لیستش 8000 نفره که مربوط به اعضای ساواک میشن که تو اوایل انقلاب این چاپ شد، یک شخصی هست به نام سید سفر حسینی کوزه‌وکی، فرزند سید علی اکبر، به شماره شناسنامه 173، متولد 1333، ردیف 18 ه ه جیمی 043، به شماره رمز 13977، به عنوان منبع و مخبر ساواک معرفی شده. این کیه؟ الان این فرد کجاست؟ این منبع کددار ساواک پس از انقلاب تو چه وضعیتی بوده؟ آقا تو قید حیات این آدم، پس از انقلاب به خاطر همکاری با ساواک اعدام شده یا متواریه؟ این اعضای شبکه پرویز ثابتی کجان الان؟ حالا این سید سفتر حسینی کوزه‌وکی، میایم ببینیم کیه. طی سالهای 1376 تا 1384 وزیر و استاندار بوده و الانم رئیس، یعنی الان که نه، در سابق رئیس
صندوق توسعه ملی بوده. جالب نیست؟ اعضای ساواک که زیر کنترل و نفوذ یک بهایی، بهایی عالی رتبه که قبلشون هم اتفاقا تو همون کشوره که ادعا میکنه دوست مردم ایرانه، قبلشون هم اونجاست. درباره این منبع کددار ساواک که از قضا مثل آقای صفدر اهل یه روستانینا روستای کوزبکیه، یه سوی توضیحات بدم. این صفدر میگم صفدر حسینیه. حالا بخواید در مورد صفدر حسینی بهتون بگم، ایشون از سواق صفدر حسینی مشاور استانداری کهکیلویه و بوی رحمت، ایشون هم جزو افراد کددار ساواکه، رئیس سازمان تعاون روستایی استان خوزستان، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران، مشاور گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استاندار چهارمحال و بختیاری، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشاور وزیر کشور، وزیر کار امور اجتماعی، وزیر اقتصاد و دارایی، عضو هیئت امنای دانشگاه منطقه استان اصفهان، عضو کمیته بررسی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران، مدیریت گروه دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی. حالا میتونید معنی، دوستان واقعا میتونید معنی نفوذ رو درک کنید؟ وقتی بهتون میگیم سپاه اورشلیم و نه سپاه قدس، میتونید درک کنید الان در مورد چی داریم واقعا صحبت میکنیم؟ میتونید درک کنید ما داریم از چه قوم و تباری، از چه فرقی داریم ضربه میخوریم؟ حالا در مورد این فرقه اومدن چیکار کردن؟ اومدن جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن. سران این فرقه بهایی و یهودی مخفی اومدن شدن رؤسای جمهوری اسلامی. برنامه در اختیار شماست تا من برگردم. ببخشید جمع شرز بفرد. خواهش مون. اینا میان میشن جزو سران جمهوری اسلامی، قانونگذار، مجری قانون و محافظ قانون. خود اینا میشن دشمن یهودیت و بهاییت. حالا بگید پیدا کنید پرتقال فروش را. خودشون یهودی و بهایی هم میشن دشمن خودشون. همون سناریو که جنگ جهانی دوم برای آلمان پیاده کردن، همون سناریو رو تو ایران دارن پیاده میکنن. و وقتی هم که بهشون میرسیم میگیم ما مورد ظلمی، ما مورد تجاوز هستیم، انواع تجاوز از دست کی؟ مسلمونا. من جهت مسلمونا هیچ دفاعی نمیکنم، هیچ سنخیتی با هیچ یک از این ادیان ابراهیمی ندارم، همشون سر تا یک کربسن، فقط مدلاشون فرق داره، وگرنه همشون از یک جا شروع میشن و به یک نقطه هم تموم میشن، هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. ایران، ای ملت گوش بدید، ایران تا امروز از همین قوم شکست خورده، به خاطر ندونکاری خودمون، به خاطر ناآگاهی خودمون بوده. یک خواهشی ازتون دارم، این وظیفه شماست، هم جملم خواهشیه هم جملم خبریه، این وظیفه شماست. اگر امروز من شهروز، جناب کمالپور، جناب قاسمی میایم یک حرفی رو میزنیم، شما میشنوید، ولی این وظیفه ملی، میهنی، انسانیتونه که این رو برید منتقل کنید به فرزنداتون، به دوستاتون، به آشناهاتون. این وظیفه شماست. این همونقدر که هوا واسه شما اهمیت داره،
این که بفهمید چی داره تو مملکتتون میگذره، چی در مورد علوم سیاسی داره میگذره، به همون اندازه اهمیت داره. خواهش میکنم ازتون چیزی که از ما میشنوید و برید انتقال بدید. اگر نمیتونید این کلیپا رو پخش کنید، تنبلیتون میاد، حرف زدن که دیگه تنبلیتون که نمیاد که. اینا رو برید بشین صحبت کنید، برید بشینید بگید. اسناد مدارک انقدر توی اینترنت وجود داره که حد نداره. کدهاشون، اینا همشون کد دارن. یعنی شما با علم کدشناسی و علم ریاضی میتونید ردپای اینا رو پیدا کنید. من یه دونه از ردپاهاشونو که مربوط به حسن روحانیه با عدد و رقم بهتون میگم. عدد رقمش هم معلومه. بریم سراغ هواپیمای اوکراین که زده شد و عدد 14. ما یه دونه رئیس جمهور داریم که بهاییه به اسم حسن روحانی، بهایی مخفی در لباس روحانی مسلمون. عدد چنده؟ 1400. 400 تو علم عدد اون دوتا صفر، صفر حساب نمیشه تو علم عدد اینا، اون 14ش شما حساب کنید. بعد میاد یه گروه درست میشه، تشکیل میشه. این گروه کیان؟ این گروه، گروه 14 نفرن که میخوان بیان خامنه‌ای رو بزنن کنار و ملت رو از 14 معصوم که بیان ملت رو از دست خامنه‌ای مثلا نجات بدن. اینم 14. یه شما یه پروازم داشتیم، پرواز اوکراین شمارش چم بود؟ 752. جمع این شماره چند میشه؟ اینم میشه 14. حالا حسن روحانی کیو چرا 14؟ حسن روحانی یه فراماسونر عضو گرند لوژ اسکاتلند و بهایی پنهان در لباس آخوند شیعه. عدد 14 مربوط به بهاییته که با جمع 5 و 9 ساخته میشه. و توی خود 14 هم نگاه کنید، 1 و 4 با هم جمع میشه، میشه چند؟ میشه 5. و خود 14 از چی تشکیل شده؟ یک عدد 5 و یک عدد 9. حالا این 5 و 9 توی بهاییت هم باز معنی داره. علامت دیانت بهایی 5 تا ستاره داره. حروف ابجد باب چیه؟ حروف ابجد باب برابر 5ه. و بها، بهاءالله، بها عددش چنده؟ حروف ابجد بها هم 9ه. که عدد 9 تو آیین بهاییت نماد وحدت و کماله. میبینیم حالا 5 و 9 چند میشه؟ میشه 14. بنابراین میتونیم اینا خیلی راحت جمع بزنیم ببینیم چند میشه. تو این میونم تو ایران یک گروه سیاسی 14 نفره تشکیل میشه. اینا 14 تا گروه 14 نفرن. درست میگم جناب قاسمی؟ 14 تا گروه یا 5 تا؟ 14 تا گروه، 14 تا استان. 14 تا استان. حالا چرا 15 تا نه؟ چرا 13 تا نه؟ حالا 13 رو میدونیم چرا نه؟ برای اینکه 13 برای یهودی ها عدد نحسه، برای بهایی هم عدد نحسه، ولی برای ایرانی ها یادتون باشه دوستان تو فرهنگ ایرانی عدد 13 نحس نیست اتفاقا. بعد جالبه بدونید این بهاییت یک لوژهاشون 5 نفرن، آدمهاش هم با رأی گیری به اسم خودشون رأی گیری میان بالا. و جالبه بدونید لوژهای فراماسونری هم که یهودیان، اونا هم 5 نفره تشکیل میشن. بعد میایم سراغ قاسم کتلت، حاج قاسم کتلت. کی مرد؟ 13 دی. جالبه بدونید فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی روز 13 و ماه 10 کشته میشه. 10 گفتم که صفر، صفرش حساب نمیشه. 13 و 1 چند میشه باز؟ میشه 14. صدای من هستش جناب قاسمی؟ بله. و همچنین 2 عدد روز و ماه رو با هم جمع کنیم چه چند؟
14 و عدد ماسونی جمع هاشو بهتون گفتم، همه رو با هم جمع میکنین تا به یک عدد تک برسین. البته عدد جفت هم تعبیر میشه، چیز داره معنی داره، عدد تک هم معنی داره. حالا سقوط هواپیمای اوکراینی شمارش چند بود؟ 752. جالب بدونید که تنها 5 روز، اینجا هم باز عدد 5 میاد، 5 روز بعد از مرگ قاسم کتلت، یعنی 18 دی ماه، پرواز شماره 752 که جمعش میشه 14 به همراه 176 نفر، حالا جمع 176 هم میشه 1 و 7 و 6، اونم میشه 14. با موشک کی زده میشه؟ سپاه پاسداران. به دستور و هماهنگی کی؟ دولت حسن روحانی بهایی. این یک نمونه رو واسه تون گفتم که بدونید شناخت اینها، این دو فرقه با شناخت اعداد مساویه. یعنی شما اگر عددها رو ببینید، این کدهاشون، اینا این کدها مثل پلاک ماشین میمونه، شما اگر این پلاک ها رو، پلاک ماشین رو بدونید چیه، تو سیستم بزنید میدونید این پلاک مال فلان ماشینه. این عددها رو بهت یاد بگید، هست تو اینترنت پره، میتونید برید سرچ کنید پیدا کنید عددشو. حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومت همین اسماعیلینا، همین قوم برگزیده خدا که از طرف موسی بلند شده اومده. بعد 42 ساله تمام منافع ملی ما رو از بین بردن و جالبه ملت ما قبلشون کجاست؟ قبلشون آمریکاست و همین قوم برگزیده، همین کشوره که تازه تأسیس شده. و خیلی جالبه از جمهوری اسلامی ملت ما بلند میشن، میرن شکایت میکنن به کسانی که جمهوری اسلامی درست کردن و نگهش داشتن. خیلی جالبه، مثل میمونه که بلندشیم بریم به پادشاه بگیم که این قاضی که گذاشتی حکم قتل منو بده خیلی آدم بدیه، داره حکم قتل منو میده. اصلا شدنی با عقل جور در میاد. 42 سال خودمونو علاف این سازمان های بین المللی کردیم که همشون یک مش جنایتکار بیش نیستن. اینا بدون اجازه خاندان سلطنتی انگلستان، روتشیلد یا روتشیلد و اون یک نفر دیگه بود چون قاسمی اگر اسمش یادت باشه، همون سیگار برگی ها، همون سیگار برگی ها راکفلر. خب درزی یکی از این آدم هایی که جزء این طایفه هست مخفیه، یکیش احمدی نژاده، یکیش سعید حجاریانه. راجب سعید حجاریان یه توضیح بده، چون ما این بخشش خیلی کار داریم روی این افراد و بعد برسیم به ادامه برنامه. سعید حجاریان یکی از یهودیای آنوسیه که پرورش یافته زیر دست جناب پرویز ثابتی، دامت برکاتو رئیس ساواک بود. البته ایشون آقای پرویز ثابتی همکنون در طی این 42 سال و هنوز و همین الان حفاظت سازمان امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی رو کنترل میکنه، باهاش هماهنگه، با ایشون مشاوره میشه، از ایشون نظر پرسیده میشه، ایشون راهکار میدن و در تمام جریان امور هست. چرا؟ چون شاگرداش دارن میچرخونن اونجا رو، به دستور ایشون این سیستم را افتاده. میشه اینجوری راحت‌تر خودمونی‌تر گفتش که یکی از کسانی که پشت پرده مسئول حفظ و نگهداری جمهوری اسلامی هست همین آقای دامت برکاتو پرویز ثابتی، که ما قبلا هم چند بار تو برنامه‌ها بهش اشاره کردیم ولی کامل تا حالا
بهش نپرداختیم که امیدوارم یه روزی بتونیم پرونده اینجور افراد رو باز کنیم برای مردم. حالا امروز من نمیخوام زیاد در موردشون صحبت کنم، ولی پروندهشون قطوره، حتما تو برنامه بعدی یک برنامه مفصل میذاریم، هم ایشون هم حجریان هم خیلی دیگر رو قشنگ پروندهشون رو باز میکنیم. ملت ببینید چطوری به شاه و ملت خیانت کردن اینا. بله خب بس بذار من ادامه صحبتم رو بدم. حالا تو جناب کمالپور فکر کنم اومدن. جناب کمالپور جناب قاسمی یک صحبت کوتاه هم بکنم. یک فیلمی تو ایران ساخته شد و پخش شد در مورد همین تظاهرات مردمی داخل ایران بود به نام قلاده های طلا. این فیلم داشتش میگفتش که کسانی تو ایران میان این اختشاش ها رو ایجاد میکنن، اختشاش از نظر جمهوری اسلامی، از نظر ما دادخواهی ملت، میگفت کسانی میان اینا رو ایجاد میکنن و یک نفر رو نشون میداد خارج از ایران داخل کشتی با تلفن ماهواره‌ای با داخل ایران با ماموراش داخل ایران در ارتباطه و سیستم اطلاعاتی امنیت اطلاعاتی ایران هم دنبال اون ماموران. ولی اینجای فیلم داره مردم رو گمراه میکنه. در واقع اون کسی که تو اون فیلم توی اون کشتیه داره با تلفنش صحبت میکنه اون پرویز ثابتیه، دقیقا پرویز خودش پرویز ثابتیه، اونجا داره نقش پرویز ثابتی رو نشون میده. ولی پرویز ثابتی با کسانی که اون تظاهرات رو انداختن با اون مردم عادی نیستش که صحبت کنه، اتفاقا داره با کسانی در بدنه خود نظام، در بدنه امنیت اطلاعاتی نظام صحبت میکنه که بیاید مردم رو تحریک کنید اینطوری بکشید بیرون ببرید و ببرید اون ور. در واقع داره با خود سازمان امنیت ایران صحبت میکنه و داره در جریان امور قرار میگیره. بسیاری از این تظاهراتی که در ایران شد برای تخلیه انرژی مردم، اتلاف انرژی مردم و کنترل مردم شد. من به شخص جام خواستم شما من راهنمایی کنید اشتباه میکنم، یک تظاهراتی که مردم کردن و من نتیجه رسیده رو اگر شما خاطرتونه بگید من چیزی یادم نمیاد. بله. تمام تظاهراتی که مردم تو ایران کردن زیانشو کی دید؟ مردم دیدن. چرا دیدن؟ چون مردم که استراتژیک ندارن که. مردم یه دل دارن، یه ذهن دارن، ذهنشون برای این میگه که آقا من باید برم آزاد بشم، من باید برم رفاه داشته باشم، من برای چی باید صبح تا شب مثل یک مورچه فقط کار کنم بابت هیچی؟ چرا یک زندگی عادی نباید داشته باشم؟ یه دل داره که احساسات داره واسه خودشو، زن و بچهشو، میهنش میتپه، بلمش میره تو خیابون. اون کسانی که تو خیابون مردمو هدایت میکنن کیان؟ اونایی که قرار میذارن میگن بیاید بیرون، حالا بیاید بگید موسوی کر میفنن، اونا کیان؟ اونا خود سیستم اطلاعات ایرانه. فقط کی ما میتونیم به اینا غلبه کنیم؟ زمانی که ما ایدئولوژی داشته باشیم، بفهمیم برای چی میایم تو خیابون، بفهمیم حالا که اومدیم تو خیابون چی میخوایم، باید چی کار کنیم و چی باید بگیم. در دی ماه گذشته اولین تظاهرات ملی ایران بود. من یادم نمیاد غیر از اون تظاهرات ملی که همه اومدن به جای یا حسین می حسین و الله و اکبر و اینجور چرت و پرتا اومدن یک صدا برگشتن گفتن ای شاه ایران برگرد به ایران. همه یک صدا اینو گفتن. اونجا بود که این مافیا تنش لرزید. خب شهر جان ما شما رو گفتیم بیا یه بخشی رو توضیح بده راجع به این مسائل، گفتی نه اگه میشه حالا اونجوری بشه اونجوری بشه، حالا مدید بذار ما هم یه دو کلام صحبت کنیم. بفهمید بفهمید.
دوزارم با کاسب شید. یکی از این دوستان اصرار داره که به ما بگه که پرویز ثابتی مرده. نخیر عزیزم، پرویز ثابتی زنده است، در فلوریدا در ویلای بسیار بسیار مجلل و شیکش هم زندگی میکنه و همچنان هم هستش. خب مراجع من توضیح بدم یا شما میخوای؟ شما فکر کنم صحبتت مرتبط هست با صحبت جناب شهرز، شما اگه مرتبطه صحبت کنید بعد من صحبت بله. خب دوستان، همینجوری که الان جناب شهرز یه سری مسائل رو در داخل جمهوری اسلامی در بدنه جمهوری اسلامی توضیح دادن، اما بیایم حالا در مورد اتفاقهای 57 هم که همتون دیگه به قول معروف در موردش میدونید، نقشی که انگلستان، اسرائیل و آمریکا در آوردن خمینی، حالا کشورهای دیگه هم بودن، ها فکر نکنید اینا به قول معروف خارج از گود نشسته بودن، نه، همه اراذل و اوباش مافیای جهانی که چشم دیدن ایران رو نداشتن هرشون شرکت کردن. اما نقش این چند تا رو چرا ما در موردش صحبت میکنیم؟ همجوری که جناب کمالپور گفت، جناب شهرز گفت، خودم قبلا تو صحبتام گفتم، متاسفانه اون افرادی که به اسم مخالف در سطح مثلا لیدری یا یک جایگاهی بهشون دادن یا یک تریبونی بهشون دادن، سعی کردن همیشه مردم ایران رو بکشن به سمتی که دخیل به من به این کشور، دخیل به من به اون کشور، یا دخیل به من به این رئیس جمهور یا به اون رئیس جمهور تا کشورت رو آزاد کنی. منظور اینه که این مسائل باید برای ملت ایران باز بشه. مثال داریم در فارسی که هرچی گفتن بی حکمت نبوده، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اینا میگن نه، دیگران هم ممکنه پشت ما رو بخارونن. کیا؟ همون کسایی که اون چوب 57 رو تراشیدن برای ملت ایران. اونا اگر بخوام بخارونن با همون چوب میخارونن که خارشش برای مردم متاسفانه زخم‌آوره، برای بعضیا که به یه نون و نوایی میرسن خب خوبه. اصلا عرضه لوباش مثل شهرام شالاتان و دیگرانشون که نوشه های منوچهر ساشمشی و همسال اینا رو یا خود ساشمشی و اینا رو مرتبا سعی میکنن باد کن. اما بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. مافیا توسط جمهوری اسلامی، یعنی که مغزش رو باز کنی همون کشوره که دشمن فرضی جمهوری اسلامی هستن، تمام این 41 سال رو به اینجا رسید. ولی صحبت من بخوام برگردم به صحبت قبلی، از طرح حکومت، طرح معامله بزرگ قرن صورت گرفت. این طرح کمک کرد، یعنی دوره 4 ساله آقای ترامپ که امام زمان عده متاسفانه زیادی از پادشاهی خواهان هست، توی این 4 سال ببینید این صحبت من اصلا به این معنی نیست که آقای ترامپ بد آدمی بوده یا خوب آدمیه، یا کلا سرش گذاشتن یا کلا سرش نذاشتن، یا انتخاب میشه یا نمیشه. من به عنوان یک ایرانی میخوام در مورد کشورم و در مورد 4 سالی که این شخص در دولت آمریکا بود بیام یه بررسی بکنم. این آقا برای مردم آمریکا خوب بوده، دمش گرم، بد بوده، خب خوش بالا مردم آمریکا. در مورد ایران، در طول این 4 سالی که ایشون بود که اکثر متاسفانه اپوزیسیون ما هم دست به دامن ایشون شده بودن که هنوزم شدن ولکنم نیستن، توی این 4 سال اون پروژه‌ای که قبلا در مورد صحبت کردیم که جمهوری اسلامی رو آوردن که امنیت اون کشور حفظ بشه و بتونن پلن‌های بعدیشون رو برن، ظرف این 4 سال شاید 40-50 سال اون پروژه ها جلو افتاد توسط آقای ترامپ. یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی که در اون منطقه خودش بود ظرف 4 سال یه دفعه چند جهش بزرگ انجام داد، اومد جنوب ایران الان تحت کنترل شدید این جریان این کشور هست، غرب ایران به همین صورت و شمال غربی ایران، حالا ویدیوشو جناب کمالپور لطف کنن بذارن، میبینید در شاید چند سال گذشته بود که ولیعهد عربستان همین محمد بن سلمان کیه این پسره و همین کشورهای کشور دشمن فرضی جمهوری اسلامی اومدن اعلام کردن که ما جنگ نیابتی رو تموم میکنیم و آتیش رو میاریم توی دامن ایران. منظور ایران اونها هم ایران کنونی بود، ایران با تمامیت ارضی فعلیش، هم ایران شهر ایرانی، منظور اینا این بود. حالا شما میبینید
دشمن خونی جمهوری اسلامی در ظاهر و همون چیزی که جمهوری اسلامی دشمن خونیشه در ظاهر که میاد روی موشکش می‌نویسه اسرائیل باید نابود بشه و از این مسائل، ببینید دقیقاً در چهار گوشه ایران در سرزمین‌هایی که متعلق به ایرانه، یعنی چی؟ یعنی همین ایرانی که الان ترکیه داره تو جفتک میندازه یا ارمنستان یا بقیه جاهایی که از ایران جدا شد، اینا سرزمین‌های ایرانن، اینا ملک پدری ایرانه. خب هر گونه بازی که توی این سرزمین‌های ایران داره انجام میشه هدفش ضربه زدن یک به اون آرمان ایران شهری و آریایی بودن ایرانی هاست و دو تخریب این چیزی که به اسم ایران در امروز در تمامیت ارضی کشیده و چارچوب ارضی که فعلی دارید میبینید استفاده از اون سرزمین ها بر علیه این سرزمینه. با چه افرادی؟ با افرادی که گماشته میشن توی این کشورها به عنوان رئیس جمهور یا هر چیزی دیگه. همین شخص علیفی که الان جناب کمالپور ویدیوشو میذاره چند روز پیش میره در چند وقت پیش در تهران توی کانال های ارتش هست در تهران میره و تا کمر جلوی حسن روحانی خم میشه. خب حالا همون شخص بعد از اعلام معامله قرن، بعد از اون کشتار جنایتی که توی ایران و ارمنستان از مردم عادی، اون ایرانی ها، اون مردم ایران هست، فرق نمی کنه اون که ارمنیه تو ارمنستانه یا اونی که آذریه توی ایران یا آذربایجانه، اینا ایرانی ها هستن و این مردم رو به جون همدیگه میندازن. برای چی؟ برای اون چیزی که بعد از پخش این ویدیو آقای نتانیاهو در آذربایجان ببینیم و برگردیم ادامه شو هم میدم. بفرمایید. ویدیو نتانیاهو در آذربایجان؟ بله بله. Delighted to be here the second time. We have an excellent relationship and a warm friendship between Azerbaijan and Israel, the people of Azerbaijan, and the Jewish people. You have a tradition which you maintain and lead of tolerance, of inclusiveness. Jewish people feel very comfortable here, and we have 70,000 people from Azerbaijan, Jews in Israel, a human bridge. So we have a lot to talk about in many areas, including energy. Exactly. Jewish community is an active part of our society and contribute a lot to the development of the country. You will meet them today. Thank you. And it's a really very important factor in our bilateral relations. Indeed. And I look forward to discussing with you how we can increase the prosperity between our peoples, the cooperation between... یه عکسی جناب کمالپور توی اسکایپ داریم، مال اون نقشه‌ای که مال چندین سال پیش، اونو میتونی لطف کنی توی این فاصله آمادش کنی؟ تلاش هم میکنم. آره توی همون اسکایپ چند نفری که صحبت میکنیم هست. خب خیلی جالبه دوستان، هر جایی که این پانهای ضد ایرانی یا این تجزیه طلبهای مزدور، من دارم در مورد ایران صحبت میکنم، راجب ایران دارم صحبت میکنم، هر جایی که این جانوران هستند پرچمشون هست، پرچم اسرائیل هم اونجاست. خیلی جالبه در یمن جناب قاسم که... همون نقشه ای که قرمز کل ایران، نه اون نقشه ای که یه سری عرازل و باش ایستادن در نقشه دستشون رو خط لوله که میاد دکتر فرستاده بود. اوکی. بعد هر جایی که تجزیه طلبان ضد ایران هستند نقشه اسرائیل اونجاست.
شما میبینید یه گروه پان ترکی تشکیل میشه و یه گروه پان کردی تشکیل میشه و یه گروه پان عربی تشکیل میشه، همه این جریان ها با اسرائیل همکاری نزدیکی دارن. خیلی جالبه، خیلی جالبه چطور اسرائیل از یک گروه یا از یک طیف وطن اسرائیلی که مبلغینش ادعا میکنن دوست ملت ایران، دیگه جانورانی مثل امیرحسین اعتمادی از یک طرف، عرازل اوباش مثل شهرام شارلاتان از یک طرف، و یه سری جک و جونور که توی فضای مجازی توی این شهرهای مختلف اروپایی هستن با پرچم اسرائیل تو دستشونه، اینا از یک طرف. اینها مدعی این هستن که جمهوری اسلامی دوست ملت ایرانه. ما در برنامه همون ثابت کردیم که اسرائیل دوست ملت ایرانه. ما در برنامه همون ثابت کردیم که مغز لایه های مثل پیاز، لایه اول دوم جمهوری اسلامی رو که باز کنیم وسطش اسرائیله. من سوال میپرسم از اراذل اوباش منوچهر ساچمه‌چی از یک طرف و برادرانشون، برادران صیغه‌ایشون در داخل جمهوری اسلامی تحت عنوان سایبری های جمهوری اسلامی از طرف دیگه، چرا علی خامنه‌ای به عنوان رهبر شیعیان کوفت زهرمان جهان باید بیاد فتوا بده تمام قد جمهوری اسلامی بیسته که آقای نتانیاهو تشریف ببرن در آذربایجان؟ چرا سال 1376، اینو ما بارها تو برنامه‌مون گفتیم، پروژه‌ای تحت عنوان اصلاحات از طرف کمپانی سوروس که جورج سوروس خودش یک یهودی آمریکاییه، یهودی بلغاری بعد آمریکایی، و علی خامنه‌ای به جواد ضخیم طبق اعتراف خود جواد ضریب میگه آقای خامنه‌ای از من تشکر میکرد که من با آقای سوروس همکاری میکردم. حالا شما میبینید یه بدبختی رو در یکی از این تظاهراتهایی که اومده برای گرانی یا کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و همسال اینها، اینا رو زودی میان میچسبونن به اسم جاسوس اسرائیلی و اعلامشون میکنن تمام میشه میره. اما رهبر الگنگ جمهوری اسلامی میاد از آذربایجان دفاع میکنه از ایران، فتوا میده به نفعش که سیاست اسرائیل در اون منطقه رو بتونه کاور کنه. جدای از اون، پول ملت ایران از طریق امارات، دوستان ما که اینجا نشستیم نه این ستیزیم نه اون ستیزیم نه این ستیزیم، ما ایرانی هستیم برای کشور خودمون و مردم خودمون برامون مهم باید باشه. اون کسی که ننش ایرانه، آقاش فلان کشوره، اون لطفاً با پای حرفای ما اصلا نشینه، با کاری ما اون نداریم. اون توی حماقت خودش هست، بذارید باشه. کسی که میخواد ایران رو نجات بده، این صحبت برای اونه. یا حداقل اگر زورتون هم نمیرسه نجات بدید، بدونید از کجا داریم میخوریم. پول ملت ایران و کلیدور صادرات واردات ملت ایران از امارات داره انجام میشه، مگه انجام نمیشه؟ چرا باید اسرائیل بیاد در اون منطقه امارات و امثال اینها رو در اختیار خودش بگیره و جمهوری اسلامی که این همه سال هزینه کرده، این همه سال به قول خودش سرمایه گذاری کرده، توی این یک قلم خفه خون بگیره؟ یا نه، هماهنگ که اون آقای پمپ بنزین آینده علل حساب اون گلوگاه اقتصادی ملت ایران هم از اونجا بتونه بگیره، و الا آخوند که چیزیش نمیشه که. آخوند بچه هاشون که آخوند به عرازه رو باشه جمهوری اسلامی، بچه هاشون که تو اروپا و آمریکا دارن اشغالشون رو میبرن، خودشون هم که هر چیزی که بخوان در اختیارشون هست، فشار به ملت ایران میاد. برگردم بیام یه مقداری عقبتر این نقشه رو اگه جناب کمالپور هر آماده کردن پیدا نکردم، دوستان اگر میتونن پیدا کنن برای من بفرستن در تلگرام، سپاسگزارم. اگر دکتر مهراد دکتر اون نقشه‌ای که فرستاده بود نو یه بار دیگه بفرستید برای جناب کمالپور توی این فاصله. مهراد شما توضیح بده، بعد من میخوام بیام سراغ برنامه‌های روز. بفرمایید. باشه، سپاس. خدمتتون عرض کنم، من فکر می‌کنم با توضیحاتی که جناب شهروز دادن و جناب قاسمی دیگه نیاز نباشه اصلا به ماهیت انتخابات من بپردازم، در رابطه با انتخاباتی که در آمریکا بود و اینکه 4 سال قبلی ترامپ چیکار کرد.
و اگر ترامپ بیاد چه میشود، اگر جو بایدن بیاد چه میشود. همونطور که جناب قاسمی هم اشاره کردن، اصلا نمیخوایم بپردازیم به این که جو بایدن کیه یا ترامپ کیه. جو بایدن اصلا اینی که همه میدونن یه آدم کثیف فاسد و جانیه، یه آدمیه که اصلا واژه انسان براش خیلی زیادیه، ولی این که خیلی از همیهنان ما پرداختن به ترامپ و مبارزه رو رها کردن و به امید این که ترامپ بیاد نجاتشون بده، یک بحث واقعا توهمی و تخیل برانگیز برای خیلی از آدم ها بوده در ایران. من حالا چند تا سندم هستش که در لابلای صحبتام نشون خواهم داد. همونطور که جناب شهرز اشاره کردن، اعداد در سیاست و در سیاست گذاری، در هدف گذاری حرف میزنه و بسیاری از سیاست گذاران با این اعداد میتونن به خروجی مورد نظرشون برسن و هدف بعدی رو تشخیص بدن. قطعا همونطوری که در حقوق و در خیلی از رشته ها جمله بندی خیلی مهمه، در علم سیاست هم حتی ویرگول و کجا بذاری خیلی حساس و حیاتیه، چه برسه از کلمه ای که در یک جمله میخواد استفاده بشه. بیان کلمه در یک جمله انتقال یک پیام بزرگ برای طرف مقابله. این نیستش که ما بیایم ماهیت کلی یک پیامو فقط در نظر بگیریم، بلکه در یک پیام کلمه داره پیام رسانی میکنه نه جمله. قبل از اومدن ترامپ، مهران جان تصویر داری که من روی تصویر نباشم؟ نه متاسفانه ندارم، بشیرم جوری. وای دیدم. بله بفرمایید. قبل از اومدن دونالد جیم ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یک نگاهی بکنیم به وضعیت مردم. ما تا زمانی که نتونیم مردم رو از رژیم جدا بکنیم خیلی به مشکل میخوریم. هدف ما سرنگونی قطعی جمهوری اسلامیه، نه نابودی مردم. ما میخواییم مردم رو نجات بدیم، میخواییم کشورمون رو نجات بدیم. مثالهای خیلی ساده براتون میزنم. قبل از اومدن ترامپ و قبل از خروج آمریکا از برجام، مواد غذایی اساسی یک خانوار در ایران با چه قیمت‌هایی تأمین می‌شد و با چه دریافت دستمزد و حقوقی می‌تونستن چند روز زندگیشون رو بگذرونن و پشت سر بذارن در طول یک ماه. وقتی نگاه می‌کنیم یک کارگری که یا یک کارمندی که 2 میلیون تومان 20 میلیون ریال حقوق دریافت میکرد، با شرایط اون روز میتونست 27 روز رو پشت سر بذاره. اما امروز طبق آمار رسمی سازمان غذا و بهداشت جهانی زیر 11 روز میتونن این کارو بکنن. یعنی حقوقی که دریافت میکنن 11 روز میتونن زندگیشون رو بگذارونم و 19 روز دیگر رو باید گرسنگی رو تحمل بکنن. امروز ما شاهد این هستیم که گوشت مرغی که تا قبل از اومدن ترامپ بوده 3600 تومن رسیده به 24,000 تومن، بعضی از مناطق در تهران رسیده به 31,000 تومن، امروز گوجه رسیده به 16,000 تومن، بعضی جاها حالا در بندرعباس من دیدم که یه همیهن عزیزی ویدیو گرفته بود پخش کرده بود، 2 دونه گوجه گرفته بود 4600 تومان. فکر کنم شما ویدیوشو در دنیای مجازی دیدید. فشار حد اکثری بر رژیم قرار بود اتفاق بیفتد یا فشار حد اکثری بر مردم ایران؟ یا دونالد جیم ترامپ به عنوان پرزیدنت آمریکا توانایی این رو داشت که جمهوری اسلامی رو از دور خارج کنه با فشار حداکثری، یا گلوبالیستا و اون مافیای قدرتی که نمیخوان ترامپ کارشو بکنه انقدر قدرتشون بیشتر بود که اجازه ندن ترامپ نقشه‌هاشو اجرا بکنه؟ و کسی که رئیس جمهور میشه اونم در یک کشور ابرقدرت، میتونه توازن قدرت خودشو با مافیایی که در مقابلش ایستاده رو محاسبه بکنه و بر اساس اون بیاد حرف بزنه. در طول این 4 سال هم ترامپ
هم در زمانی که برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه بود، هم مایک پامپو بارها بارها در سخنرانی‌ها، در توییت‌هاشون، در مواردی که در فیسبوک از طرف وزارت امور خارجه آمریکا منتشر می‌شد، اعلام حمایت کردند از مردم ایران. اما در بدترین شرایط از کوچکترین سرویس‌دهی به مردم ایران ممانعت کردند، یا تواناییشو داشت و انجام نداد، یا بهش اجازه ندادن که انجام بده. در هر صورت در باغ سبزی بود که به مردم ایران نشون داد تا مردم ایران ناجی که خودشون باید تو آینه میدیدن انتقال دادن به یک جای به اسم آمریکا و اونم رئیس جمهور آمریکا. در آبان 96 این اتفاق افتاد. در آبان 98 از قبلش، از سال 97 شما وقتی نگاه میکنید، پیام های ترامپ کاملا واضح است که مردم، ما از شما حمایت میکنیم، ما در کنار مردم ایرانیم. در نوروز 98 برید پیام نوروز 98 دونالد ترامپ رو من فکر کنم اینجا داشته باشم، اجازه بدید. بله، امیدوارم که دوستان ببینن. این پیام نوروزی آقای دونالد ترامپ، این بالا نوشته نیویورک پست ترامپ. البته اگر اشتباه نکنم این برای سال تازه 95 هم هست. کار ترامپ رو سخت‌تر میکنه، یعنی قبل از اون به مردم این حرفا رو زده. اگر بخونیم میبینیم روزنامه آمریکایی نوشت باید آمریکا به مخالفان ایران بگوید که هدف یکسانی با آنها دارد و برخلاف بهار عربی، بهار ایرانی میتواند یک دشمن قسم خورده را با دولتی لیبرالتر و حامی غرب جایگزین کند. یعنی دونالد ترامپ اومد به مردم ایران تزریق کرد این تفکر رو که من اومدم جمهوری اسلامی رو ورش دارم عوضش بکنم، یعنی من به عنوان رئیس جمهور آمریکا یه برانداز جمهوری اسلامی هستم. ولی اینجا ننوشته که با دولتی مردم سالار، با دولتی که مردم تعیین بکنن. اما در گفتگوهای سال 97 آقای دونالد ترامپ ما عملا شاهد این هستیم که اعلام میکنه امروز مردم ایران باید خودشون حکومتشون رو تعیین بکنن و ما پشت مردم ایران ایستادیم. در سال 98 در بحبوحه همین آبانی که الان داخلش هستیم و جوانای ایرانی در خون خودشون میغلطیدن، کشته میشدن، این همه کشته دادیم در داخل ایران، جمهوری اسلامی اومد اینترنت رو قطع کرد. مگه آقای دونالد ترامپ، مگه مایک پامپئو اعلام نکرده بود اینترنت ماهواره‌ای میده؟ یا قدرتش رو نداشت دروغ گفت به مردم ایران؟ و یا قدرتش رو داشت و نکرد؟ در هر صورت این دودی بود که رفت تو چشم مردم ایران. پس اون ترامپ شیردل کجا رفت در آبان 98 که مردم داشتن کشته می شدن و نیروهای تروریستی و شبه نظامی تروریستی سرکوب، چه فاطمیون، چه حشد و شعبی، چه سپاهی، چه بسیجی، بچه های مردم رو داشتن تو خیابونهای ایران هدف مستقیم گلوله، اونم توی سر و گردن و سینه میزدن و میکشتنشون، کجا رفت این اینترنت که مردم بتونن تصاویر رو بلا فاصله منتشر کنن؟ چرا همون موقع آقای ترامپ و دولتی که میگفت ما مردم ایران، ما ازتون حمایت میکنیم، با شما هستیم، چرا بلا فاصله به عنوان جنایت ضد بشر و نقض آشکار حقوق بشر پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل
انتقال ندادن، درخواست رسیدگی فوری نکردن، چون قرار نبوده این اتفاق بیفته. اگر در سال 2016 به جای دونالد جیم ترامپ هیلاری کلینتون هم می اومد می شد رئیس جمهور آمریکا، همین اتفاقاتی که در طول این روند چند سال رخ داد با هیلاری کلینتون هم همینا رخ می داد. تا زمانی که ما متوجه نشیم سیاست های کلام ایالات متحده آمریکا با جمهوری‌خواه و دموکرات هیچ تغییری به حال من و شما ایرانی نخواهد کرد، اونها موظف هستند منافع و امنیت کشور خودشون حفظ بکنن نه منافع و امنیت کشور ما رو، به همین جا میرسیم که اگر نهایتاً تا 4 ژانویه 2021 دونالد ترامپ رئیس جمهور دوباره آمریکا نشه، مردم ایران چی دادن و چی گرفتن؟ مردم ایران 4 سال حیاتی رو از دست دادن. مردم ایران امیدی که باید به دستای خودشون به پاهای خودشون می‌داشتن که بذارن روزانوشون رو بلند شن، گل گیوه رو بکشن، کمربندا رو صف ببندن، خودشون رو تو آینه نگاه کنن، به عنوان ناجی خودشون رو به عنوان ناجی کشور ببینن، امید بستن به یک قدرت خارجی که دلش برای ایران نسوخته، فقط به دنبال منافع و اون ابزارهایی هستش که میتونه تو منطقه بسازه تا منافع و امنیت خودش رو حفظ کنه. پیامی که دونالد ترامپ به سردمداران جمهوری اسلامی میده، دقت کنید دوستان، این پیام یکی از مهمترین پیام هاست که میگم در سیاست کلمه حرف میزنه، کلمه پیام رسانی میکنه نه جمله. پیامی که دونالد ترامپ میده این پیام پرزیدنت ترامپ هست. من یه مقدار کوچیکش میکنم که کاملش هم ببینید. خوب دقت کنید دوستان، میخوام اینو براتون از نگاه خودم بخونم، نه از نگاهی که بعضی از این وسط بازان حرامزاده سعی کردن و موفقم بودن به خاطر ساده اندیشی بسیاری از همیهنان ما پیروز شدن و این ذهنیت خراب و اشتباه و فاسد رو تزریق کردن به ذهن آحادی از جامعه ما. ببینید دونالد ترامپ نوشته خطاب به رهبران ایران: معترضان خود را نکشید، هزاران تن تاکنون به دست شما کشته یا زندانی شده اند و جهان نظاره‌گر است. مهمتر از آن ایالات متحده نظاره‌گر است. اینترنت را دوباره وصل کنید و به خبرنگاران اجازه دهید آزادانه حرکت کنند. کشتار مردم بزرگ ایران را متوقف کنید. این آقای ترامپ با قدرتی که داره به عنوان رئیس جمهور قدرت اول جهان، به چه دلیل در اخطاری که به رهبران ایران در واقع به جمهوری اسلامی داره میده دو بار جهت تاکید از کلمه نظاره‌گر استفاده میکنه؟ چرا نمیگه اگر شما به کشتار مردمتون ادامه بدهید ما وارد عمل خواهیم شد، شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل خواهد شد، به عنوان نقض حقوق بشر ما با شما برخورد خواهیم کرد؟ مگه غیر از اینه که در ونزوئلا همین کارو کرد، وارد عمل شدن، ولی چرا در رابطه با ایران وارد عمل نشدن؟ نوشته ما نظاره‌گر هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جمهوری اسلامی، ما داریم میبینیم، جهان داره میبینه شما مردمتو میکشی، بالاتر از اون ایالات متحده داره میبینه، ما نظاره‌گر هستیم، کارتو بکن، کارتو بکن، ما فقط در قالب نظاره‌گر هستیم و میایم حرف میزنیم. و شما دقیقا بعد از این اتفاقات آمار قتل عام مردم رو ببینید به کجا میرسه، سر چه اتفاقهایی دارن مردم رو اعدام میکنن،
نوید افکاری سری چی کشته شد؟ واقعی بود می پرونده نوید افکاری؟ این همه زندانی و بازداشتی های خودسرانه که در آبان 98 صورت گرفت، چه تعداد از اینا رو شما دیدید که آزاد بشن؟ به غیر از عواملی مانند نسرین ستودا که عوامل مافیا هستن، برای فریب افکار عمومی اینا رو ساختن، به عنوان سوپاب اطمینان گذاشتنشون. به غیر از نرگس محمدی ها، به غیر از این 14 معصوم ها، شما کدوم یک از جوانای ایرانی رو دیدید که تو آبان 98 بازداشت شده باشن و امروز آزاد شدن؟ چند هزار نفر از این بچه های من و شما و خواهران و برادرانی که داریم در ایران به بهانه کرونا اعدام شدن، قتل عام شدن، تیربارون شدن بدون اینکه جنازه رو تحویل خانوادهشون بدن، یا اعضای بدنشون رو از دوی بدنشون در رو بردن قاچاق کردن بدون اینکه جنازه رو به خانواده نشون بدن، بردن دفن کردن، گفتن این قبر بچه‌تون بیاین تحویل بگیرید. چرا نظاره‌گر بودی آقای ترامپ؟ پس وعده وعیدهایی که به مردم ایران دادی چی شد؟ و در چهارم ژانویه که فرصت نهایی اعلام نتیجه ریاست جمهوری در آمریکا هست، چه جو بایدن بیاد چه ترامپ بیاد، روند همون روندیه که سیاست گذاری کلان آمریکا به مهره هاشون دارن دستور میدن. برای بار ده هزارم در طول 3 سال گذشته رئیس جمهور در آمریکا تصمیم گیرنده نهایی نیست، ابزار اجرای سیاستگزاران کلان پشت پرده های حکومت در آمریکاست. ما سعی کردیم در طول این چند سال اخیر اینو ملکه ذهن همیهنانمون بکنیم، ولی نمیدونم، بعضی از همیهنان هستن خب به خاطر اینکه دونالد ترامپ یک حس میهن‌پرستی نسبت به کشور خودش داره، نسبت به گلوبالیستا داره مبارزه میکنه، مخصوصا در مقوله مبارزه با کرونا و یا واکسنی که میخوان انسانها رو از حالت نرمال و طبیعی خارج کنن و به یک ربات متحرک تبدیل کنن تا در هر زمانی که اپراتوریست نشست و یه دونه اینتر رو زد اون ربات کارش رو بکنه، داره مقابله میکنه، از نگاه جهانی دارن از ترامپ حمایت میکنن. اما این نگاه جهانی هیچ ربطی به سیاست گذاری و سرنگونی جمهوری اسلامی نداره، هیچ، بلکه عملکرد ترامپ در طول این 4 سال باعث این شد جمهوری اسلامی بیشتر قدرت بگیره. چرا در زمانی که فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی مطرح شد و آمریکا از برجام خارج شد، اروپا وقتی داشت دفاع میکرد از جمهوری اسلامی، ترامپ اروپا را تهدید کرد که باید شما هم برجام خارج شید، تحریم هایی که من وضع کردم و باید اعمال بکنید؟ چرا اگر تحریم اسمش تحریم هوشمند هست، نگفت کلیه کشورهای اروپایی تمام سفارتهای جمهوری اسلامی رو درش رو تخته کنید، سفراتون رو از جمهوری اسلامی خارج کنید بیارید بیرون، روابط دیپلماسی رو خارج کنید؟ 4 سال ما تمام بیانیه های سازمانیمون داریم اینو میخواییم، اینو ارسال کردیم برای سازمان های بین المللی. چرا دونالد ترامپ بلد بود برای تحریم هایی که عوامل و ابزار قدرت بیشتر جمهوری اسلامی و تضعیف بنیه مردم ایران هست، بلد بود اروپا را تهدید بکنه، اما برای تحریم های هوشمند در فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی یک کار ساده، قطع روابط دیپلماسی، خروج نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل را نخواست؟ چرا سفارت ها را نگفت ببندید؟ چون قرار نبوده این اتفاق بیفته و قرار نیست این اتفاق توسط اینها بیفته. باید این اتفاق توسط ما ایرانیان در داخل و در خارج رخ بده. کسانی که امروز یا در طول این 1 ماه گذشته یا در طول 3 سال گذشته سعی کردن تزریق بکنن که ترامپ عامل سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، دقت کنید واژه ها رو اشتباه فکر نکنید. اگر من می نویسم کسانی که شرف دارن به مبارزه در داخل ایران و سرنگونی انرژیشون رو خرج بکنن و بپردازن، معنی صحبت من این نیست اونی که داره میره به ترامپ میپردازه بیشرفه.
اون بستگی به خودش داره. ولی کسی که شرف ایرانی داره، کسی که به فکر ایرانش هست، امروز وظیفه داره به ایران فکر کنه، نه به نماینده به انتخابات در آمریکا. ترامپ در طول این 4 سال خیلی کارا میتونست در قبال ایران بکنه، در قبال جمهوری اسلامی و در قبال مردم. و حالا مردم ایران امروز به یک جایی میرسن که آقا اگر جو بایدن بیاد دیگه تمومه، ما دیگه کاری از دستان برمیاد. نه، اشتباه میکنید. همین کارهایی هم که در طول 4 سال کردی شما خودتون کردید، ترامپ براتون نکرده. کسانی که اومدن این ذهنیت رو خلق کردن که ترامپ عامل سرنگونی جمهوری اسلامی میشه، کسانی هستن که به دنبال اصلاحات در دل جمهوری اسلامی هستن، اما با لباس براندازی دارن شما ها رو گول میزنن. همون وسط بازار هرومزادهی که در روستاهای دور افتاده در 14 سال گذشته که تهران اینترنت پرسرعت به منی که شرکت های درجه یک بیزنسی داشتم به من اینترنت پرسرعت مودم نمیدادن، باید ثبت نام میکردم و بعد از 2 ماه نماینده می اومد می دید و مدارک شرکت من رو می گرفت تا مودم اینترنت پرسرعت، اونم پرسرعت در من از نظر مخابراتی محدود بهم بده. بعد افراد در روستاهای دورافتاده، در شهرهای دورافتاده با اینترنت پرسرعت از طریق اسکایپ در رسانه‌های فارسی زبان لس آنجلسی در شبکه‌های ماهواره‌ای می اومدن سخنرانی می کردن. حضور در هیئت امنای وزارت اطلاعاتی که دم میزنن این که آقا ترامپ برنده است، هر روز کمپین را میندازن، سیستمی که مانیفستش رو وزارت اطلاعات تنظیم کرده، کمپین را میندازن که حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق خانوادگی زنان ایرانی رو کاهش بده، به حجاب برسونه، به حضور در استادیوم برسونه، به اینکه حجاب اجباریه، آزادی زنان ایرانی رو مساوی کنه با بی‌بندوباری زنان ایرانی و از زنان ایرانی یک قالب بی‌بندوبار بی‌هویت بسازه در اذهان جامعه جهانی. اینها همون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هستند که با اومدن خاتمی سعی کردن تفکر مردم ایران رو فریب بدن و امروز همه رو سوق دادن تو بغل ترامپ. مردم امروز فقط چشم دوختن به اینکه ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و هیچ ثمره‌ای برای مردم ایران نیارن به غیر از یأس و ناامیدی، به غیر از اینکه ما در توانمون نیست جمهوری اسلامی رو مثلا سرنگون کنیم، به غیر از اینکه بگم بابا اینها خیلی کلافتن، اینا رو معنی میشه کسی سرنگون کنه، ترامپ با این گردن کلافتیشو از دور خارج کردن. این میوه درخت کاشته شده توسط همین کثافت‌هایی هستش که جمهوری اسلامی صادر کرده تا افکار شماها رو پریشون کنه و به انحراف بکشونه و براتون خطر دید درست کنه. وقتی به قول آقای قاسمی لایه‌های این صادراتی ها رو باز می‌کنی، اطرافشون یک مش مجاهد و توده‌ای گرفتن. این که ما اسم نمیاریم نه این که واهمه داشته باشیم، چون واقعا عددی نیستن. ما میگیم جرأت دارم بیام وسط، بعد با اسناد با هم صحبت کنیم، بعد با فکت با هم حرف بزنیم. پس دوستان، ناجی ایران و ایرانی مردم ایران هستن. هیچ دولت خارجی به فکر ما مردم ایران، به فکر کشورمون نیست، به غیر از غارت، به غیر از چپاول، به غیر از کشتار مردم ایران. چون همونطور که در بخش اول صحبتام گفتم، چون جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما به خصوص دشمن فرضی شماره 1 جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن حداکثر 2 تا 3 دهه آینده انرژی های فسیلی در کشورهای مثل عربستان و امارات و عراق رو به پایانه و اینها هیچ توانایی برای مدیریت کشورشون و خروج از اقتصاد تکبودی وابسته به صنعت نفت ندارن. تنها کشوری که در منطقه خاورمیانه 1 پوند محسوب میشه ایرانه، که اگر انرژی فسیلی نفت در ایران به پایان برسه، ما بدون وابستگی به صنعت نفت
به قدری توان اقتصادی داریم، بنیه اقتصادی داریم که نه تنها میتونیم کشور خودمونو در سطح کشورهای برتر جهان مدیریت کنیم، بلکه میتونیم کشورهای کوچیک اقماری اطرافمون که یه روزی مال ما بوده رو اونا رو ساپورت کنیم تا مردمی زنده بمونن. و این ترس هست که دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی با حمایت آمریکا و انگلیس امروز باید تو منطقه ما در خاورمیانه به عنوان تثبیت حکومت و تثبیت امنیت در منطقه پاشو بذاره تا ایران رو تیکه و پاره بکنن که ایران به اون قدرت برتر در جهان تبدیل نشود. مردم ایران همیشه در ضعف باقی بمونن. مقصر من و شما هستیم، مقصر این صادراتی ها نیستن، مقصر ترامپ نیست، مقصر نتانیاهو نیست، مقصر پوتین و رئیس جمهور چین نیست، مقصر ما مردم ایرانیم که یادمون رفته ما خودمون هستیم که باید بلند شیم خودمون از این منجلاب نجات بدیم. هر کی بخواد ما رو از منجلاب نجات بده برامون تناب میندازه، اما نمیندازه تو دستمون، تناب رو میندازه تو گردنمون که ما رو میخواد بکشه بالا خفمون کنه. یادمون نره اینا رو. بفرمایید جناب حسین. بله سپاسگزارم. دوستان عزیز لطفاً برنامه رو مجددم فکر کنم این برنامه رو توی یوتیوب تایمش تموم شد درسته جناب چهارپور یا چقدر؟ بله تموم شد. من میرم برای دوستان بریم برای یک موزیک به اسم میراث مهر اینو ببینیم و توی این فاصله دوستان که در یوتیوب هستن زحمت بکشن به لینک بعدی مراجعه بکنن. لینک بعدی باز میشه و با نماهنگ میراث مهر بریم برگردیم.